سلامی دوباره داریم خدمت بینندگان عزیز و محترم. با یکی دیگه از سری برنامه‌های رویای طعم‌ها در خدمتتون هستیم با حضور خانم فروزان. امروز فکر می‌کنم خانم فروزان غذای دریایی داره. بله، من غذا با میگو می‌خوام درست کنم امروز. من خودم میگو خیلی دوست دارم و طوری می‌خوام درست کنم که ما ایرانی ها به ذائقه ما بخوره، به خاطر اینکه بوی میگو معمولا یه خود اذیت میکنه. آره، بعضی ها میگو رو دوست ندارم به خاطر همون بوی میگو. یعنی میخواید طوری درست کنیم که این بوی میگو کاملا گرفته بشه؟ بله، چون من خیلی از دوستان هستن که میگو دوست نداشتن و این طریقی که من درست میکنم دیگه یکی از طرفدارای میگو شدن. درسته. بعد یه سوالی داشتم، چند مدل ما میگو داریم؟ این الان این چه مدل میگویه؟ چون من بازار که رفتم دیدم مدلای میگو مختلف اندازه ها، سایزه، حتی رنگاشون هم فرق میکنه. بعضیش صورتیه، بعضیش یه مقدار رنگش تیره تر. بخاطر چیه؟ بله، از نظر کالبدی میگو خیلی سایزهای مختلف داره، مزه‌هاشون فرق داره، ولی معمولا همیشه بهتره که وقتی ما میریم حالا از بازار ماهی یا از ماهی فروشی غذای دریایی بخریم با فروشنده صحبت کنیم. و من دیروز که رفتم اینا رو بخرم با آقایی که اونجا بودن صحبت کردم و گفتم که بهترین میگوتون رو میخوام، چون که چند نوع میگو داشتن و به من توضیح دادن که میگو تایگر پرون که همون نمیدونم حالا ببری میشه یا کلن هرچی که ترجمهش میشه، ولی به من گفتن که این میگو که از نظر اندازه از همشون بزرگتره، خیلی لذیذتره، از آبای ادلید، از ادلید گرفته شده، استرالیای جنوبی. الان میخواید یه معرفی بکنیم از چیه چیزایی استفاده میکنیم؟ من این غذا یه خود جالبه به خاطر اینکه اسمش ساندویج میگو با عسل و خامه است. آها، عسل توش استفاده میشه؟ بله بله. اون مزه شیرینی عسل نمیگیره، چون معمولا به ایرانی ها طعم غذا رو دوست دارن، زیاد به زیاد به شیرینی علاقه ندارن. حالا اگر عسل بزنید اون طعم غذا رو عوض نمیکنه؟ نه، اتفاقا آدم فکر میکنه که با عسل خیلی غذای شیرینی میخواد بشه، ولی من میتونم قول بدم که غذای خیلی لذیذیه. من این غذا رو تو مرکز شهر برای اولین بار برای ناهار با دوستان رفته بودیم، ساندویچش خوردم و بی نهایت خوش آمد. و هر چقدر کتاب و اینترنت رو دنبالش گشتم که دست و پختش رو پیدا کنم، نتونستم پیدا کنم، تا اینکه یه بار دیگه دوباره رفتم مرکز شهر باهاشون صحبت کردم و دیدم که بهم گفتن که از چه مواد استفاده می‌کنن. حالا اینو گفتید ساندویچ میگو. بله. دیگه چه غذایی میشه با میگو دو؟ کلا غذایی رو که با میگو میشه درست کرد رو چه غذایی هست؟ مثلا میشه به خورشتش کرد؟ میشه خیلی دیگه تنوع خیلی زیادی داره میگو، به خاطر اینکه ایتالیایی‌ها خیلی تو پاستاهای مختلف استفاده میکنن، با سس قرمز، با سس خامه، بعد تو خورشت ها میشه استفاده کرد، بعدش تو سالاد ها میشه درست کرد، تو مهمونی ها، تو دیس با غذای دریایی دیگه بی نهایت یه تزیین قشنگی میتونیم با میگو درست کنیم. و من میخوام ساندویچش رو درست کنم که یه خورده متفاوته ولی خوشمزه. بله. پس حالا برای ساندویچ میگومون چیا رو احتیاج داریم؟ اوکی، من این میگوها رو همه رو معمولا من میگو رو پاک نکرده همینجوری نپخته میخرم. بعد اینا رو من قبلا شستم، تمیز کردم. بعدش الان یه دونش که اینجاست واسه اینکه بخواید پاکش کنی؟ بله بله، چون یه خورده دل و جرأت هم میخواد. بعضی ها اینو میبینم وحشت میکنم، ولی من دیگه ترسم پاک شدش هم هست داخل بازار بخوام بگیرم؟ آره، پاک شدش هم هست، خیلی ها پاک شدش رو میگیرن، ولی برای این غذا من معمولا وقتی چون من خواستی تازه استفاده کنی؟ بله، من همیشه تازهش رو میگیرم، ولی معمولا من دومش رو نمیکنم، همونجوری میذارم تو غذا میپزم. ولی چون این ساندویجه میخوایم تو ساندویجمون بچینیم، مجبور شدم کاملا اینو تمیز کنم. بعد موادی که استفاده میخوایم بکنیم
نعناس به قول شما از باغچه و گشنیز. اینم از باغچه؟ اینم از باغچه. البته سیرم تو باغچه کاشتم، هنوز در نمیاد. سری بعدی دو حبه سیب و بعد معمولا میگن عقد میگو رو با فلفل سبز تو آسمون رو بستن به خاطر اینکه اینه که طعمش رو عوض میکنه و بوی میگو رو میبره. و یا میتونید با کره بپزید. من معمولا کره و زیتون رو با هم قاطی میکنم چون همیشه کره طعم خاصی به غذاها میده. بعد از این اینجا میگن خیار لبنانی ولی تو آمریکا میگن خیار ایرانی، از اینا استفاده کردم. و لیمو، اینم یه چیز دیگه هست که برای میگو مزه رو عوض میکنه. چند میگو میخواید استفاده کنید؟ یعنی مقدارش چقدر؟ چند تا دونه میگو؟ من حدود 16 تا میگو گرفتم برای اینکه ساندویچ و خود گفتید این نونا رو هم باید بگم. اینا رپ های مکزیکی هستش که اینا رو بعدا باید گریل کنیم چون سردش اصلا فایده نداره. بعد حالا خامه هستش که هر چقدر که خودتون دوست دارید میتونید بزنید با عسل و فلفل و نمک هم که هستش. خب این غذا الان برای چند نفر شما میخواید آماده کنید؟ چند نفریم؟ تعداد زیاده. خب اینو ساندویچ درست میکنیم و فکر کنم برای نهار کافی باشه. اگه نبود یه سری دیگه میریم درست میکنیم، بله تهیه میکنیم. که اینو توی سرشو میکنیم. پا کردنشو خیلی توجه کنید، خیلی مهمه. اینو باید میدادم شما تمیز میکردید. آره ما خوزستانی هم کلن کار میگو شما میدازید گردن من. این کارهایی که باید برید آقایین چیز کنم. بعد من گفتم برای این غذا دومشم تمیز میکنم. بعد با یه چاقوی مخصوصی که هستش این سرش یه ذره اینجوری میزنم توی کمرشه، یه دونه رگ تو کمرش هست. همین رگش رو اینجوری میکشیم بیرون و این الان تمیز شده، پاک شده، آماده پخت. خب حالا برای شروع اگه لطف کنید گاز رو روشن کنید. این هم باید لدشت کنید خورشته. من یه خورده روغن زیتون میریزم با کره و تا اون داغ بشه یکی دوتا از کارهایی که اینجا لازمه رو من انجام میدم. این فلفل سبزا رو خیزیرش رو کم کنم تا آروم. آره زحمت، مرسی. من دونه های فلفلم در میارم، ریز خود میکنیم. شما میتونید شعلش رو زیاد کنید. بله. زیاد کنم؟ بله میتونید شعلش رو زیاد کنید چون دیگه میگوها آماده است. میتونید میگوها رو الان بریزید. این چاوش رو تازه بچه ها تیز کردن، یه خوده اشتابت ناجوری داره با این تخته. شما الان فکر کنم شعلش زیاد گرده. آره شعلش زیاده، اینم حسابی گرم شده. آره برای اینکه کره است. خب کاری که میتونیم بکنیم اگه کمکتون باید، میتونید اینا رو یکی همینجا اضافه کنید تا من اینا رو آماده کنم. خب این چقدر باید بپزه این میگو؟ والا ما ایرانی ها این خود بیشتر طولانی تر میگو رو میپذیم ولی خب معمولا اینجا 3-4 دقیقه بیشتر نمیپذن تا همین که رنگش عوض بشه. یه خود برشته میبینید اول رنگش ناسه تا میذارید رو شله رنگ صورتی میگیرم.
مربای سیر رو خیلی ریز خورد کردم، اونا رو همینطور مثل فلفلا، ولی حبای سیر رو من دیگه دقیقای آخر میریزم اضافه میکنم به میگو، چون که سیر خیلی زود سرخ میشه و وقتی دیگه سیاه بشه خیلی مزه بدی به غذا میده، به خاطر همین همون یکی دو دقیقه آخر سیر رو اضافه کردم. دوستان عزیز، بعد از اینکه فلفل سبز رو به میگو اضافه کردم، الان لیموها رو حلقه حلقه خرد کردم و همونجور درسته بین میگوها و مواد دیگه چیدم منظم تا با میگوها سرخ بشه و لیمو مزه این غذا رو خیلی کمک میکنه که کمی ترش و خوش عطر بشه. خیارارم که میخوایم تو رپ بذاریم، من پوستشون رو نکندم، با پوست هر کدومو به 8 قسمت تقسیم کردم. وقتی به غذا نگاه میکنیم و میبینیم که میگامون سرخ شده و لیموهامون رنگ طلایی گرفته، وقتش میرسه که عسل و خامه رو اضافه کنیم و این دوتا رو به اندازه دلخواه میتونیم استفاده کنیم. من خودم خامه زیاد نمیزنم چون نمیخوام غذا زیاد پر چرب و پر کالری باشه. عسل هم یه مقدار کم میزنم و میتونید مزه کنید که به اندازه نذارید که غذا رو شیرین کنه. میگامون آماده شده، الان این گریل هم گذاشتیم گرم شده. بله. الان نوبت چیه؟ الان کره رو روی گریل میذاریم و یه خورده صبر میکنیم که آب شه، چون که میخوایم این رپ رو روی این گریل معروف توست کنیم. حالا میتونیم اسپری هم استفاده کنیم چون این پلیت انقدر داغ شده. بله، میتونیم اونا رو سوت بذاریم. حالا سر میکنیم یکی دو دقیقه، سر میکنیم یکی دو دقیقه که این نونامون توست بشه. بله، الان دیگه انقدر ماشاءالله گریله به اندازه کافی داغ هسته. حالا چندانی گذاشتیم گرم شد، این بوی کره اشتها آور هست. بکنم دیگه تا الان همه گشنم شده. من یه خود بیشتر کره استفاده میکنم. اون یکی هم خواهد بذاری؟ آره، اینا رو وقتی دارم ساندویچشون درست میکنم اونم اضافه میکنم. بکنم این آماده است. حالا من اینا درست میکنم ساندویچشو و شما میتونید اینا زحمتشو بکشید. خیلی ممنون، مرسی. پس من فکر کنم یکی از اون دیگه لازم دارم ببخشید. حالا الان که پویا جان داره اینا رو گریل میکنه، دیگه همه چیمون، تمام موادمون آماده است و من فقط میگو رو برای چیزشون نمیذارم. نه دیگه اینا رو نمیذارم چون اینا فقط مزهشون رو دادن، وظیفه خودشون رو انجام دادن. میگو رو میذارم ولی یه خود بعدن اساسش هم اضافه میکنم. بعد خیارا رو میذارم، بعد کمی گشنیز اضافه میکنم به هر کدوم و دیگه اینا رو میتونیم با دست خود خرد کنیم. لزومی نداره که خیلی ریز اینا رو. این سوسی نمیخواد بشه؟ همین سوسی که اونجا هستش داخلش هست؟ دقیقا، سوس عسل و خامه. دقیقا میخوام این سوس استفاده کنم. اصلش دیگه این سوس هستیه، بخاطر اینکه مزه اصلی غذامون تو همین سوس هست. اینجوری سوس هرم
آیا کمی فلفل و این چیزا هم قاطیش هست که آره میتونیم فلفل رو اضافه کنیم، ولی من معمولا دیگه سیره رو توی این مرحله اصلا استفاده نمی کنم. سیر رو نمیزنید خورده؟ بله. ولی فلفل رو میشه؟ بله فلفل رو میزنم، بعد یه خورده آب لیمو تازه روش میزنیم و اینو مثل یه ساندویچ اینجوری اینو مثل ساندویچ آماده میکنیم و تو بشقاب میذاریم و این الان آماده سرو. خیلی ممنون، مرسی.